خوش اومدید به اپیزود جدید دراپ. امروز میخوایم ادامه بحث و حواشی که بین افراز و سیاوش نگهبان پیش اومد رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اینایت ورود زد به بازی، سیال ورود زد به بازی، AK13 ورود زد به بازی و افراز هم به همراه وایس ها جواب همشون رو تقریبا داد. اول سیال یه واکنش نشون داد بعد این حواشی که پیش اومد و اینایت هم فرداش ترکش با سونیا اومد که توی ترک یه ورسی که انداخته بود تیکه داشت به افراز. حالا بریم با هم دیگه ببینیم اول اینایت چی گفته، بعد صحبت سیال بررسی میکنیم و بعد جواد 13 رو و بعد میرسیم به وایس افراز که به تمام اینا دونه به دونه جواب میده. بریم برمیگردیم. نایت توی چنل تلگرامش یه متنی گذاشت، نوشته که قلدر قلدر پوچی تو کرگدن، نامت هنوز سره، این همه چون هسته کل هسته کلش گردن. این یکی از پانچایی بود که در واقع توی ترکی که با سونیا داشت وانکا، ترک وانکا به افراز زده بود. کرگدن هم که میدونید دیگه، تو ترک فکر میکنم یکی از ترک های افراز بود، ترک رد بول افراز، بگم هم از گردن کرگدن استفاده کرده بود افراز. برو عشق کن که تو عمرت کسی همچین پانچ هایی بهت نزده بود. حالا تا صبح باز بشین دو دعو بزن، فکر میکنم منظورش هم فوش دادن باش. قاب کن بزن تو دیوارت، هر وقت کرگدن رو دیدی بفهمی که خیلی قد علم کنی میشی اینم بی اصل و نسب، یا بهتره بگم سگ دله اگه اشتباه نکنم. اوکی، یه وایسی هم بعدش گذاشت، اون وایس اینایت هم گوش بکنیم ببینیم چی گفته اینایت و بعدش برسیم به صحبت سیال. دیروز نامد رئیس بود، ما به کیرمون میگفتیم رئیس، میگه تا دیروز رئیس بود ما بدین. رئیس هم یک اسم یکی از ترک های افراز بود. روز اسم تو گذاشتی کرگدن، ولی از شانس بعد دوباره ما به کیرمون میگیم کرگدن. این داستان جالبیه هایی که ما هی لقب عوض میکنیم، تو اونو میذاری رو خودت، یه جوری انگار وصله به هم دیگه. خود کائنات هم همچین جریاناتی داره میچرخه که تو کیر منم نیستی. آره، این وایس اینایت بود. حالا ببینیم سیال پیاماشو، ببینیم راجع به این حواشی اخیر چی گفته. میگه میفهمم این چند روز صحنه های دلخراشی تو صفحات مجازی منتشر میشه که آدم ناخواسته نفرت پیدا میکنه، ولی مواظب باشید قلبتان سیاه نشه. انسان رو به خاطر نژادش از دیگر انسان ها سوا نکنید. نفرت بزرگترین واگیره. میدونم با گفتن این گپا مقابل یه مش مردم احساسی قرار میگیرم و فحش میخورم، ولی باید ریشه نجات پرستی از بین بره. کریم نجات پرست تا دیروز که میگفت هزاره های اون آدم بدی بود، امروز همون آدم نجات پرست میگه ایرانیه این میشه آدم خوب. آها، اون که تکلیفش مشخصه مجبور برای بقا دست و پا بزنه و هر کسی بپره و نفرت پراکنی کنه، ولی شما مردم نذارید کسی از احساسات شما به نفع خودش استفاده کنه. من طرفدار حق و انسانیت هستم، حتی اگر فحش‌هایی بخورم برای من سودی هم نداره، فقط پیش وجدانم سرم بالاست. و میگه که آقا سیاوش نگهبان وقتی که داره داخل این مارکت کار میکنه، توی رپ دری داره کار میکنه، عضوی از رپ دری هستش. اینو سیال گفت. در واقع سیال اومد پشت سیاوش نگهبان رو گرفت. حالا این وسط جواد 13 میاد به دو طرف میزنه، هم به در واقع سرک رکورد سیاوش نگهبان و از اونور به افراز. میگه که اوضاع رپ دری در این روزا، یه متنیه که جواد 13 و خود AK13 کلن گروهشون استوری کردن، آتون و اینا، مهرهای سوخته درجه 3 و 4 رپ فورس، خود را صاحب نظر در رپ دری معرفی. میگه مهره سوخته است درجه 3 مثلا رپ فورس به سیاوش نگهبان داره میگه و ادعا میکنه که رپ دری مدیون اونهاست. در این میان لاوبالی هایی که خودشون رو رپرهای مطرح رپ دری مینامند با لهجه غلیظ و بدون استفاده حتی یکی از واژگان اصیل دری ادعای اصالت دارن و حرف از مستقل بودن میزنن، در حالی که برای جلب توجه رپرهای مشهور رپ فارسی در صفحه چاپلوسی منتظر فرصتی برای همکاری یا مصاحبه است. هم اینجا به افراز زد، هم به مصطفی میریزد. پس کلن دو طرف رو با هم زد. حالا افراز اومد جواب همه رو داد، هم جواب سیال رو داد، هم جواب جواب 13 و AK13 و اینایی تو همه رو داد. بریم ببینیم افراز چیا گفته. خدا وکیلی، اینقدر شرک رکورد کردی با 20 تا اعضا،
1,700,000 ناقابل همش همش گوشته، فقط 1,700,000 بازی دارن هاش اینا رو یوتیوب. به خدا به خدا دم ده پونزه میلیون 20,000,000 ها چیزی نیست. رپ خارجی بینی کار میده تو یه روز 10,000,000 میخوره، ولی با این همه دلغک بازی که میگم خدمتی که من ایرانی به رپ داری کردم تو نکردی هاچی 1,700,000. تازه تو نبودی شرک بود، تو یه جایی به بعد سوار خر شرک شدی هاچی، این مسیر رو هاش اومدی 1,700,000 دارید هاچی کلن رو هم دیگه. خیلی شغالید خدا بکنی، شغال یعنی. بعد اینا میان خواهی مولیه ایره میکنن که سوار خر شرک شده تو یه جایی به بعد. آه گوساله اید خدا شایده، به خاطر همین رو میگم رفه داری چیزی توش نیست، گونه خورید اینقدر بتمرگید یه جا فاز گوز نگیرید خدا شایده، یه جوری پیام میدید مردم احساسی میبینه آه کیرون تو گستان. این داره سیال رو میگه آج، قرار نبود خوش بدم ولی اینجا به جا بود خدا اید. شبه هم گرفتم روشن شدم دوباره، موتورم دیگه روشن هم. بریم ادامه ببینیم چی میگه. یارو کیه؟ تفنگ 13 چیه اسمش؟ با این لقب کسشرش، با این موهای قدیمی فیکش بزن بره، نمیاد بهت. این اومده در مورد این داستانهای لهجه و اینا چیز میکنه، مثل اینا که رپ امریکایی خواهج جهانیه، یه چیز طبیعه همه هم میدونیم. فکر کن اصلا یارو کانادا بره رپ بخونه، انگلیس بره رپ بخونه آجی، یا کلن اصلا کره‌ای باشه، چینی باشه، به یه جای دیگه ای باشه، یارو بره رپ به زبان انگلیسی بخونه میگه نه نخونی اشتباه، تو لهجه داری لهجه نمیخوره، این رپ نباید بخونی. این از مسئله لهجه و نمیدونم ای پاسش را. پس هر کی هر جوری میخونه، مردم دوست دارم، به هیچ کسی ربطی نداره. که تو نمیتونی بخونی گدوات میشه زبونه، کلمات اصیل افغانی میگه استفاده میکنه، نمیکنیم آجی، ما نمیتونیم استفاده کنیم، نمیکنیم هم به درد کار ما نمیخوره، دلیلش هم معلومه، تو رو دقیق اشلاق آجی، تو یه جای دیگه بزرگ شدیم، ما یه جای دیگه بزرگ شدیم، ما آجی طرز فکرمون نمیخوره، دایره لغتمون نمیخوره، و نه تو میتونی مثل ما بنویسی، نه من میتونم مثل تو بنویسم. پس این مسئله ای که تو کلمه نمیدونم اصیل افغانی استفاده نمی کنی، تو رپر نیستی یا خوب نیستی، نه اگه کلمه اصیل چیز استفاده نمی کردیم یا می کردیم یک کونتو نمی سوخ نمی آمدیم، ما دیسته می دادیم ای از این. پس کلمات اصیل خودشو داره، حالا چه گویشش فرق کنه، چه اصیل باشه چه غیر اصیل باشه. خب راجع به این قضیه من دوست دارم نظر بدم. ببین یه جورایی حقم با افراز هست، مثلا زیرو 21 کید من مثال میزنم توی رپ فارس بریتیش رپ میکنه، مثلا یه ترک داره کاملا انگلیسیه، خود مهراد هیدن مثلا یه آلبوم داد که کاملا انگلیسی بود، 6 تا ترک داشت کلا خارجی و انگلیسی بود. حالا من زیرو 21 کیدو میگم چون بیشتر رپره، در واقع مهراد هیدن وکالیسته. زیرو 21 کید میاد دیریل انگلیسی میخونه، بعد کلی مثلا قافیه های انگلیسی استفاده میکنه دیگه. من ایرانی نمیتونم بهش بگم آقا تو نخون، تو باید همش فارسی بخونی. من چی میگم؟ به نظر من این اشتباه است که به یکی بگی تو باید این شکلی بخونی. آره من این تیکه افراز و نظر شخصی خودم که با این تیکش موافقم، مثالی که زدم اینجوریه دیگه، مثلا خیلی ها هستن تو رپ فارسی که مثلا طرف انگلیسی میخونه یا چه میدونم با لهجه طرف مثلا گیلکی میخونه رپ، ما نمیتونیم بیایم بگیم، تهرانیه نمیتونه بیاد بگه آقا تو حتما باید فارسی غلیظ بخونی، مثلا گیلکی نخونی. میدونی چی میگم؟ این شکلیه. حالا ادامه وایس افروز رو گوش بده. چه میدونم کلمات اصیل مثلا مرگت بوکس منجا سلاوی سر دستو کسیر سرمنجا چی آجی؟ بوکس منجا سرمنجا نمیدونم چی منجا او چنده ای چنده چی آجی؟ ای بر نمیفهمه بچه هایی که ای بر اروپا زندگی میکنن طرز فکر اینا یه چیز دیگه هست. خب دیگه ببین الان مثلا افروزم نمیتونه بگه به ای که سیزن نمیتونه بگه تو اونجوری نخون، ای که چیز هر جوری دلش میخواد کار میکنه، افروز هم هر جوری دلش میخواد کار میکنه، مثلا افروز هم نمیتونه گیر بده چرا متن ای که چیز اینجوریه، وای بشه سبک کاریشه، لهجه است اونجوریه، فازشون سبکیه. میدونی چی میگم؟
هست قدیمی یا جی تو تو همون قشلاق خودت بچه هست اون بر بچه های ایران هم نمیفهم مخاطب اصلی هم رفه دری آجی بچه های اروپای هم و ایران او طرف کسی نیست حالا او طرف شما گرفتید با گو تو اچ اون برم خبری نبوده همچی حرکت شابتی نزدید برای رفه علیه تیش رو گفت علیه تیش رو گفت شما گرفتید با گو تو اچ گو تو اچ علیه تیش اون برم خبری نبوده همچی حرکت شابتی نزدید برای رفه داری تایش آجی یارو یوتیوبره معروفه چی بود اسمش؟ یه دونه ریاکشن رفت به شما که اونم آهنگ مسخره کرد این همه کشور اومد آهنگ افغانی اومد با اون پلاک ماشین و کسشهر و داستانهای قومیتی شما قول از ماست ریدی داجی کابل بل کردید گو نتورید آره آجی باگید کنن نمیخورید این جوره به این قضیه کار خودتونو بکنید بابا یکی سیستم دیگه خدای قویه دیگه حالا بگی نمیخورید اوکی بابا من نظر نهرم دیگه نظر و نظر ولش کن بریم میتونید حرکتی بزنید میتونید کاری بکنید که نفع مارکت باشه بسم الله بکنید میگید من یه حرفایی که میزنم لایق این حرفا نیستم لایق این جایگاه نیستم برید بگیرید آجی برید همکاری کنید برید فیت بدید برید کار میلیونی بدید برید موزیک ویدیو بدید این جایگاه رو از من بگیرید من نمیخوام این جایگاه رو گو نخورید ولی با کار با عمل نشون بدید نه با کن میفهمی چی نگام؟ نیستی ناجی نمیپسند من مردم نمیپسندان ناجی کار شما رو یه تایم بود اونجا جب رپی اومده بود این لباس های کسیر بگی میپوشیدی میره تنس منس میکنی برای ما اونجا ملک در میکنی ناجی تموم شده اونو اینجا یه جهان دیگه است اینجا یه جای دیگه است توفنگ 13 بابا رقص رو گفت رقص و اینا رو گفت فکر میکنم بریم بریم ادامه بدیم وایس یکی دیگه اون به خدا که بالاترین بازدید کارشون هم کابل از ماست به تو جایتون نیست کابل از ماست یه ترک دیگه هم دارن بازدید خیلی بالایی خورده اسم ترک هر یادم رفته یه ترک دیگه هم دارن بازدیدش خوبه به جز کابل از ماست یکی دیگه هم هست همه کسچرک اینم آبروی رپداری رو برده پیش هر کی بذاری مسخره میکنه یوتیوبر آمریکایی آجی ریده بود تو خودش تفنگا رو برداشتن اونجا رفتن با این ماشین و پلاک ماشین قومیتی جمع کن بابا خدا آجی آبرو بردید شما کار درستابی ندادید کلا چیزی من ندیدم کاری هم از شما گوش نکردم کامل هیچ وقت همون کسیه رو فقط ایبر بر ما دیدم ویدیوهاش پخش شده کابل از ناس چی کسیه رو بابا جمع شده خب اینم از جواب سیال و اونجوری نداد حالا اینا تموم شد یه سری وایس داد افراز که تیکه انداخت به بچه هایی که حمایت کرده بودن از سیاوش نگهبان سیاوش نگهبان هم اومد به افراز یه استوری زد حالا ببینیم استوری چی میگه پلش ریغو من اگر چیزی هم گفتم به شخص تو و اون رفیقای دورت گفتم رپ دری که تاج سره آها سیاوش نگهبان داره جواب این قضیه رو میگه که تو وقتی افراز بهش گفتش یا تو هیچی نیستی و رپ دری کاری نکردی تو مثلا کسی نیستی که بگیم آقا من رپ دریو مثلا خیلی براش تلاش کردم و اینا الان سیاوش نگهبان داره جواب اونو میده میگه رپ دری که تاج سره من مثل تو پتیاره نیستم جایی که دارم توش فعالیت میکنم رو بهش احترام نذارم خودتو در حد رپ دری ندون گوزو اصلا شعبت به این برا نمیخوره گوزو تو دیروز هرچی از اون دهن کثیفت میومد میگفتی به رپ دری تو دیروز میگه هرچی از اون دهنت میومد که میگفتی به رپ دری الان که من ریدم به شخص خودت تو شدی نماد رپ دری من بهش بیعتراف کردم واسه همه دیگه مشخص شده تو کجا یا من کجا همین که واسه یه استوری من 20 دقیقه وایس میدی کریر میتو توجیه میکنه یعنی توضیح کنی و من آدم بده کنی کافیه واسه مخاطب که بدونه اینجا کی حرف حق رو میزنه بله کلن با مخاطبه انتخاب و تصمیم و شنیدن و دیدن و همه چی کلن با مخاطبه و آرتیست در واقع وظیفش اینه که حالا موزیک بده دیگه موزیک بده ببینه مخاطب با چی حال میکنه و واقعا هم خدایی من به هر دو رسپکت زیادی دارم واقعا جفتشون خسته نباشن افراز توی یه سبک کاری داره زحمت میکشه توی موزیک ویدیو دادن مثلا سعی میکنه همه موزیکاش
ویدیو باشه و مثلا MP3 نمیده. از این ور سیاوش نگهبان داره واقعا اونم زحمت میکشه، داره تو آلبوما مثلا آلبوم جنون مصطفی میری مطمئنم که جزء پرودوسرها هستش، آلبوم سونیا رو جمع و جور کرده تو کل موزیکا، فکر میکنم باید پرودوسر خود سیاوش نگهبان باشه، شاید تو آلبوم مهاجم هم باشه، به هر حال با مهاجم کار کرده، با عوام کار کرده، واقعا سیاوش نگهبان هم داره زحمت میکشه. سعی چون خودم علاقه به صلح دارم کلا، سعی میکنم با همه صلح کنم، حالا هر طوری که باشه، و امیدوارم که بقیه هم بچه‌هام همینطوری باشن، کار کنن، موزیک بدن، اصلا کمتر توی حاشیه این داستان. بعضی وقت ببین حواشی پیش میاد دیگه، این تو همه رپ ها هست، تو همه مارکت ها هست دیگه، حواشی پیش میاد، ولی امیدواریم که بالاخره یه روزی صلح هم ببینیم و بترکه دیگه مارکت. اون ترک زرتشت و افروز اگر یک روز میومد واقعا یک بمبی تو مارکت دری میشد، مثل اون بیف کوتاهی که ما بین زرتشت و مصطفی میری دیدیم که واقعا یک هایپ سنگین ترتمیز توی رپ دری شد و همه حال کردن، مطمئنم همه حال کردن. خب دم شما گرم بچه‌ها، مرسی تو اینجا بودید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، دوستتون دارم زیاد، تا بعد.